روز از 24مین دوره نمایشگاه رسانه‌های ایرانی با نشست خبری سخنگوی دولت در مصلای تهران آغاز شد. علی بهادری جهرومی تأکید کرد حج عمره منتفی نیست و دولت در تلاشه تا مشکلات به وجود اومده رو برطرف کنه. همینطور درباره دارایی‌های ارزی بابک زنجانی گفت. دارایی‌های ارزی بابک زنجانی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و تحت مدیریت خزانه مصرف میشه. محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری هم با حضور در غرفه ایسنا تأکید کرد قیمت بلیت هواپیما برای سفرهای نوروزی و تا پایان سال افزایش پیدا نمی کنه. مدیر عامل هواپیمایی ایران ایر هم درباره حذف یارانه سوخت گفت با این اتفاق فقط هزینه خریدارهای بلیت افزایش پیدا می کنه و هیچ تأثیری روی فعالیت این شرکت نداره. آیت الله علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور هم از مهاجرت نخبگان و از دست دادن سرمایه‌های کشور ابراز نگرانی کرد و تأکید کرد در این زمینه مشکلاتی وجود داره که باید به دنبال راه حل برای اونها باشیم. در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و داوطلب مجلس خبرگان، حامد صبوری مدیر کل امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، غلامرضا صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر، کمساری رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه از جمله مهمانان حاضر در غرفه خبرگزاری ایسنا بودند. سخنگوی قوه قضاییه هم با حضور در غرفه ایسنا تاکید کرد پرونده امیر تتلو در حال بررسی در دادگاه است. مسعود ستایشی همچنین خبر داد شرکتی به نام کوروش کمپانی ثبت نشده و در واقع این عنوان جعلیه. حسن مسلمی ناینی رئیس جهاد دانشگاهی با حضور در غرفه ایسنا دانشجویان رو مبلغ‌های خوبی برای انتخاب فرد اسلحه خود دونست.